با سلام و درود فراوان خدمت تمامی حاضران داخل جلسه و دوستان و همراهانی که ما را از یوتیوب، رادیو، تلویزیون بشریت به صورت زنده دنبال می‌کنند. فراخوان کمیته کودک و نوجوان امروز در تاریخ 23 دسامبر مصادف با 30 آذر 1401 در تاریخ 19 در ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی رو آغاز میکنم. در ابتدا میخوام به معرفی سخنرانی ها و موضوع سخنرانی های اونها رو خدمت شما عزیزان عرض کنم. سخنران اول ما در قسمت گزارش تحلیل مورد نقد کودک و نوجوان خانم فهیمه تیموری هستند و بخش بررسی کنوانسیون خانم سونیا سوالکوب با موضوع کنوانسیون 138 حداقل سن کار در قوانین بین المللی و مقایسه اون با قوانین جمهوری اسلامی ایران. سخنران بعدی ما آقای سپهر رضایی شایان با موضوع کودکان کار در ایران. ابتدا از اولین سخنران ما خانم تیموری دعوت میکنم که بیان و سخنرانشون رو ایراد کنن. ممنون. خانم فهیمه اگر که آماده هستین دستتون رو بالا کنیم که مایک رو برای شما آزاد کنم. ممنون شما. سلام و درود خدمت شما همراهان گرامی، در خدمت شما هستم با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کودک و نوجوان در آذر ماه 1401. اشیا امام قلی‌زاده نیز پیش از خودکشی در زندان شکنجه شده بود. اشیا امام قلی‌زاده علمداری، نوجوان 16 ساله، چند روز پس از آزادی از زندان به قید وثیقه خودکشی کرد. اشیا در جریان اعتراضات اخیر به دلیل عمامه پرانی در هادی شهر آذربایجان شرقی بازداشت و پس از 10 روز با تلاش پدرش به قید وثیقه آزاد شده بود و روز 16 آذر به خاک سپرده شد. محاکمه دو کودک بلوچ به اتهام محاربه. دو کودک 15 و 16 ساله در زاهدان به محاربه متهم شدند. کمپین فعالین بلوچ که اخبار و گزارش‌های نقض حقوق بلوچ‌ها در ایران را پوشش می‌دهد، 10 آذر 1401 خبر داد که محمد و علی رخشانی آزاد، کودکان 15 و 16 ساله، روز 9 مهر 1401 در برابر محل سکونتشان دستگیر شدند. بنابر این گزارش، علی کریمی وکیل این دو نفر گفته است که آنها در دادگاه کیفری زاهدان محاکمه شدند. بر اساس قانون مجازات اسلامی، محاربه از جمله اتهاماتی است که میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد. بازداشت 3 شهروند از جمله 2 نوجوان به دلیل شعار نویسی. خبرگزاری هرانا، فرمانده انتظامی شهرستان شفت از شناسایی و بازداشت 3 تن از جمله 2 دختر نوجوان 16 و 17 ساله به دلیل آنچه که شعار نویسی و رفتارهای هنجار شکنانه عنوان کرده بود خبر داد. ضرب و شتم 1 دانش آموز دختر مقابل دادگستری آبدانان. تیام شاه مرادی، فرزند مهدی شاه مرادی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری مردم در شهر آبدانان که مقابل دادگستری این شهر تحصن کرده بود مورد ضرب و شتم قرار گرفت. در شامگاه شنبه 12 آذر نیروهای حکومتی با خانواده بازداشت شدگان اعتراضات در آبدانان درگیر شده و این دانش آموز را مورد ضرب و شتم قرار دادند. حضور 14,000 کودک کار در خیابان‌های تهران. به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از همشهری، سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به افزایش تعداد کودکان کار و خیابان در تهران گفت بر اساس برآوردها 14,000 کودک کار و خیابانی در کشور وجود دارد که تا کنون 7,000 تن از آنان شناسایی شدند. طبق اظهارات وی، در حال حاضر 500 کودک بد سرپرست و بی سرپرست کار و خیابان در 20 مرکز نگهداری از کودکان بهزیستی در سراسر کشور نگهداری می شود. خانواده رحمانی پور، ایلیاد نه افسرده بود و نه مشروب می خورد. او فقط معترض بود.
روز سه‌شنبه 8 آذر ماه 1401 ایلیاد رحمانی پور نوجوان 17 ساله اهل فیروزآباد در استان فارس که بیمار هم بود ناپدید می شود. با پیگیری های خانواده 3 روز بعد پیکر بیجان او در نزدیکی ترمینال مسافربری شهر در حالی که چند لیوان یک بار مصرف و چند قرص در اطرافش بوده است پیدا می شود. گویی که با مصرف همزمان مشروب و قرص خودکشی کرده است. خانواده ایلیاد اما میگوید این یک صحنه سازی است و ایلیاد نه هرگز نشانه از خودکشی داشته و نه اهل مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی بوده، بلکه فقط معترض بوده است. صدور کیفرخواست و قرار منع تعقیب برای 37 شهروند از جمله 3 نوجوان. کیفرخواست 33 شهروند اهل بهبهان از جمله 3 نوجوان توسط شعبه 1 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان صادر و پرونده آنها جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب ماهشهر ارجاع داده شد. همچنین برای 4 شهروند دیگر قرار منع تعقیب صادر شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کیفرخواست 33 شهروند اهل بهبهان از جمله 3 نوجوان 15 و 17 ساله توسط دادسرای این شهرستان صادر شد. شعبه 1 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان قرار جلب محاکمه این شهروندان را از بابت اتهامات تجمع غیرقانونی، خرابکاری عمدی اشیای منقول یا غیر منقول مربوط به دیگری، برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی صادر و پرونده آنها جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب ماهشهر ارجاع داده شده است. 3 بار اعدام مصنوعی سهند نور محمدزاده برای اعتراف اجباری. سهند نور محمدزاده از بازداشتی های اعتراضات اخیر در دوران بازداشت و بازجویی 3 بار توسط بازجوها اعدام مصنوعی شده است. حامد احمدی، وکیل تسخیری سهند نور محمدزاده، 12 آذر 1401 از ابلاغ حکم محاربه و مجازات اعدام برای او خبر داده بود. بی بی سی فارسی به نقل از یک منبع مطلع نوشت سهند را با چشم بسته 3 بار روی صندلی بردند و به او گفتند می‌خواهند اعدامش کنند. این منبع همچنین گفت 1 بار به دروغ به سهند نور محمدزاده گفتند که مادرش سکته کرده و احتمال مرگش هست و اگر میخواهد با مادرش تلفنی صحبت کند باید بنویسد بابت اقداماتی که کرده پشیمان است و طلب بخشش کند. تکرار مسمومیت دانش آموزان دختر در قم. این بار 51 دختر مسموم شدند. روابط عمومی آموزش و پرورش قم اعلام کرد 51 دانش آموز هنرستان دخترانه نور سه‌شنبه 22 آذر ماه با علائم مسمومیت تنفسی توسط اورژانس به 2 بیمارستان این استان منتقل شدند. لازم به ذکر است که 2 هفته قبل از این مسمومیت نیز در همین مدرسه 18 دانش آموز دچار مسمومیت شدند. این در حالی است که رسانه‌ها هنوز منتظر ارائه نتیجه دقیق سمشناسی دانش آموزان مسموم شده نوبت قبلی هستند. طی 1 سال گذشته 780 هزار کودک در ایران از تحصیل بازماندند. وزیر آموزش و پرورش از 780 هزار کودک بازمانده از تحصیل در 1 سال گذشته در کشور خبر داد. به گفته او تراکم دانش آموزان در مناطق حاشیه شهری به حدی بالا است که می تواند به کاهش کیفیت آموزش منجر شود. یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش کشور ضمن اعلام این خبر گفت باید برای کم شدن تعداد این کودکان تدابیری اندیشیده شود. لذا در بودجه سال 1402 مقرر شده است تا برای این حوزه بودجه اختصاص یابد. نوری اظهار کرد سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان مناطق روستایی، تغذیه دانش آموزان مدارس شبانه روزی با مسائل و مشکلاتی مواجه است که باید این کمبودها خصوصا در حوزه بودجه رفع شود. سازمان حقوق بشر ایران فهرستی از 39 فرد در خطر اعدام منتشر کرد و کشته شدگان دست کم 469 تن. سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه 26 آذر در جدیدترین گزارش آماری خود خبر داد شمار کشته شدگان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی
به دست کم 469 شهروند از جمله 63 کودک و 32 زن رسیده است. این سازمان همچنین فهرستی از دست کم 39 فرد که در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند منتشر کرد. بر اساس آخرین آمار سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، کشته شدگان تا امروز از 25 استان مختلف گزارش شدند و بیشترین کشته ها به ترتیب از استانهای سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان، تهران و مازندران هستند. آغاز چهارمین ماه خیزش ایران، از کشف جسد دختری در کارون تا استقبال از سونیا شریفی در آبدانان. با گذشت 90 روز از آغاز خیزش سراسری در ایران که با اعتراض به کشته شدن مهسا امینی آغاز شد، این جنبش مردمی همچنان ادامه یافته و در آغاز چهارمین ماه با واکنش‌های جهانی به اعدام و سرکوب فراگیر حکومتی همراه شده است. در شامگاه پنجشنبه 24 آذر، سونیا شریفی، دختر 17 ساله اهل آبدانان در استان ایلام که یک ماه پیش به دست ماموران حکومتی بازداشت شده بود، پس از آزادی در خیابان مورد استقبال جمع پرشماری از مردم این شهر قرار گرفت. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی زیر فشار افکار عمومی از جمله فشار کاربران شبکه‌های اجتماعی و نیز واکنش‌های خارجی مجبور به عقب نشینی و رها کردن این نوجوان شده است. از سوی دیگر ماموران آتش نشانی اهواز پیکر دنیا فرهادی، دانشجوی 22 ساله اهل ایزه را که از 9 روز پیش ناپدید شده بود، در آبهای رود کارون پیدا کردند. هنوز علت دقیق مرگ و نحوه ناپدید شدن این دختر جوان مشخص نیست، اما کاربران بسیاری در شبکه‌های اجتماعی از کشته شدن او در بازداشتگاه خبر داده و برخی نوشتند که روی بدن او آثار شکنجه دیده شده است. شکنجه به اخذ اعتراف اجباری از کودک بازداشت شده اهل مهاباد. زکریا خسرپور، کودکی که از یک ماه پیش توسط نیروهای حکومتی بازداشت شده، تحت فشار و شکنجه قرار دارد و وی را ناچار به اخذ اعتراف اجباری کردند. بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هنگاه، روز جمعه 27 آبان 1401 زکریا خسرپور 16 ساله و در مسیر منزل بازداشت شده است. به گفته منابع مطلع، زکریا خسرپور در ایام بازداشت با چشمان بسته به شدت مورد شکنجه قرار گرفته و وی را ناچار به امضاء برگه‌هایی کردند که محتوای آنها را نخوانده و ندیده است. زکریا خسرپور پس از یک ماه شکنجه و حضور در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های امنیتی ارومیه به کانون اصلاح و تربیت این شهر منتقل شده است. در حال حاضر وضعیت سلامتی زکریا خسرپور نامعلوم بوده و سرنوشت وی در حاله از ابهام قرار دارد. مستندسازی نام و مشخصات 44 کودک کشته شده در جریان خیزش انقلابی از سوی سازمان عفو بین‌الملل. سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل اعلام کرد نام و مشخصات 44 کودک کشته شده در جریان خیزش انقلابی مردم ایران را مستند کرده است. این سازمان همچنین از اعمال خشونت بیرحمانه حکومت بر خانواده های 13 نفر از این کودکان از جمله بازداشت و تهدید به قتل شدن آنها خبر داد. بر اساس این گزارش 34 نفر از این کودکان با گلوله جنگی به قلب، به سر یا سایر اعضای حیاتی کشته شدند. همچنین دست کم 4 کودک با شلیک گلوله ساچمه‌ای از فاصله نزدیک به قتل رسیدند. 5 نفر نیز بر اثر ضرب و جرح و 1 نفر بر اثر شلیک گاز اشکاور کشته شدند. علاوه بر این، عفو بین‌الملل از کشته شدن 1 کودک 2 ساله و 1 کودک 6 ساله در زاهدان خبر داد و اعلام کرد دیگر کودکان کشته شده بین 9 تا 18 سال داشتند. این سازمان اعلام کرد فشار و آزار خانواده‌های حداقل 13 کودک را مستند کرده و آنان به قتل و تجاوز تهدید شدند. نهادهای امنیتی اجساد کودکان را در کفن پیچیده و دقایقی قبل از مراسم دفن برنامه ریزی شده پیکرها را به خانواده ها تحویل دادند. مجبور کردن خانواده ها به دفن نزدیکانشان در روستاهای دورافتاده، منع بستگان از نصب بنرهای بزرگ یاد بود یا اشتراک گذاری تصاویر در شبکه‌های اجتماعی از دیگر محدودیت‌های ایجاد شده از سوی عوامل سرکوبگر جمهوری اسلامی برای خانواده کودکان کشته شده بوده است.
مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل گفت که مقامات جمهوری اسلامی نه تنها خانواده های کودکان کشته شده را به یک غم و اندوه تسلی ناپذیر محکوم کردند، بلکه با ارعاب بی امان و از طریق محدودیت های ظالمانه در تدفین و مراسم بزرگداشت رنج روحی شدیدی را نیز بر آنها تحمیل کردند. کودکان 14% از کشته شدگان خیزش انقلابی مردم ایران را تشکیل می‌دهد. عفو بین‌الملل اعلام کرد که مقام‌های ایرانی مسئولیت قتل حداقل 19 کودک را رد کرده و کشته شدن 12 نفر از آنان را به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و کشته شدن 6 نفر دیگر را به حوادث نسبت دادند. از میان 44 کودک کشته شده 18 نفر یعنی بیش از 40% در استان سیستان و بلوچستان و 20% هم در شهرهای کردنشین ایران کشته شدند. این گزارش هایی که خوانده شد نقض می کند قانون اساسی را در اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی و اصل 24 حق آزادی قلم و بیان، اصل 26 حق آزادی عقیده، اصل 27 حق آزادی تجمع و اعتراضات، اصل 32 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی، اصل 38 منع شکنجه. همچنین نقض می‌کند اعلامیه جهانی حقوق بشر را در ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 20 حق آزادی تجمع و اعتراضات و ماده 26 حق تحصیل رایگان برای همه، ماده 28 حق دنیای زیبا و آزاد برای همه. سپاس و ممنون از اینکه این بحث رو در اختیار من قرار دادید. سپاس از شما با سخنرانی بسیار زیباتون. بله، متاسفانه کاری نمیشه که ترین قشر این جامعه کودکان هستن که ناخودآگاه توی ایران به دنیا اومدن و طی یه سری اتفاقات وحشتناک از دنیا میرن با ضربه باتوم یا گلوله. هیچ کجای دنیا کودکان رو با گلوله نشونه نمیگیرن. این صفحش آدم رو غمگین میشه که این اتفاقات در ایران ما میفته. خیلی از اسامی کودکان هستن، نوجوانان هستن که کشته شدن، خیلی هاشون که خیلی از آرزوها رو داشتن که در ایران به دست بیارن. متاسفانه. خیلی ممنون از شما. من دوستان کسی نظری ندارن در راجع به سخنرانی خانم تیموری؟ بله، خانم رضاوند حسن، لطفاً مایک رو برای ایشون باز کنید. خب سلام و عرض ادب دارم خدمت و مرسی خانم تیموری، موردهای خوبی رو مطرح کردید. فقط در ارتباط با آمار فرمودید 44 کودک، اگر درست بگم، اگر من درست شنیدم، من فقط نقدر عرض کنم خدمتون تا 26 آذر حدود 68 تا 74 کودک کشته شده، تازه آمار دقیقم نیست. این فکر میکنم البته اگر اینطور درست من شنیده باشم میشه گفت بیش از 70 کودک متاسفانه کشته شده، یعنی زیر 18 سال. حالا 19 ساله 20 ساله هم اولی اونا کودک حساب نمیشن، زیر 18 سال فقط بیش از 70 کودک کشته شده. میتونید آمارتون اصلاح کنید بخواه خواستید اگر ارسال بفرمایید برای نشریه یا با سرچ کنید دقیقه شما، ولی فکر کنم اطلاعیه 15-20 خودمون هم 68 رو در آوردن، ولی اون آمارم تا 24 آذره، ولی سرچ هم که بزنیم تا 26 آذر من داره بیش از 68 در واقع و حتی 70 کودک من در آوردم که
متاسفانه تو این را کشته شدن و حتی دانش آموزه هایی که تو مدرسه هستن اومدن اعتراض کردن ناگهان ناپدید شدن و بعدن جنازه هاشون پیدا شده و این یه چیز طبیعی نیست که بگیم حالا دزدی صورت گرفته در جامعه. و یه مشکلی که هست من خیلی سریع بگم، این باعث میشه که یه بلبشوی ایجاد شده که مردم نمیدونن این توسط ماموران امنیتی این اتفاق صورت گرفته، افراد دیگه همه دیگه هیچ کس پاسخگوی هیچ جنایتی دیگه الان نخواهد بود، همه نمیدونن، هر کس هر کاری بخواد میتونه بکنه این کارو. به هر حال خیلی ممنون از شما. بله من خانم رضاونده عزیز، بله متاسفانه این همه اتفاق افتاده و برای کودکان ما خیلیشون کشته شدن، خیلیشون خیلی از اتفاقات برای گفتنش واقعا دردناک هستش. ولی جالب این هست، جالب که نه وحشتناک این هستش که هیچ پرونده قضایی در رابطه با قتل‌های این کودکان تشکیل نشده داخل ایران و متاسفانه اینطور هستش. من از سخنران بعدی خانم سونیا سوارکوب با بررسی کنوانسیون 138 حداقل سن کار در قوانین بین الملل و مقایسه اون با قوانین ایران دعوت میکنم که بیان و سخنرانیشون رو ایراد کنن. خانم سونیا اگر امکان دارد بالا ببرین، آماده هستین که بله دوستان لطفا ماک رو برایشون باز کنم. ماکتون باز هست خانم سواکن. سلام وقت بخیر خدمت تمام شنونده ها. مقاله‌ای که من آماده کردم در خصوص سن کودکان کاره. به صورت یک در قالب یک مقدمه که بخشی از کتاب ردپای استعمار در جهان کودکی رو میخوام براتون بخونم که اشاره کرده میلیون ها کودک در سراسر جهان به خاطر بی‌سرپرستی، آوارگی های ناشی از جنگ و بلای طبیعی، تغذیه نامناسب، آلودگی به انواع بیماری های خطرناک، اعتیاد والدین و مشکلات ناشی از طلاق یا در شرایط دشواری به سر میبرند یا در چنگال افراد پلید به انواع سوء استفاده های انسانی مانند توزیع مواد مخدر، خودفروشی، کار اجباری تن میدن و به تعبیری حقوق اونها ضایع میشه. البته چگونگی نقض حقوق کودکان در نقاط مختلف جهان متفاوت. در کشورهای در حال توسعه کودکان بیشتر با فقر و پیامدهای ناشی از آن مانند سوء تغذیه، کمبود امکانات بهداشتی و درمانی و تسهیلی درگیرند، در حالی که در کشورهای توسعه یافته مشکلات اخلاقی و ضعف بنیاد خانواده گریبانگیر کودکان است. اینجا باید اول یه تعریف از کودک کار داشته باشیم که در قوانین جمهوری اسلامی کودک به فردی اطلاق میشه که به سن بلوغ نرسیده باشه. قانون مدنی در تبصره یک ماده 12 در اعلام کرده سن بلوغ در پسران 15 سال قمری تمام و برای دختران 9 سال قمری تمام است. اما در این خصوص یک سری استثناء وجود داره. استثنایی برای سن کودک و کار کودک در برخی از موارد به امور پایان کودکی و سن بلوغ نیست، مثل افراد زیر 18 سال نمیتوانند وارد مبادلات مالی و خرید و فروش شوند، قادر به شرکت در انتخابات و تعیین سرنوشت خود نیستند، قادر به دریافت گذرنامه نیستند، استخدام در ادارات دولتی و اخذ گواهی نامه برای وسایل نقلیه موتوری برای افراد زیر 18 سال ممنوع است. و از طرفی در جامعه بین‌الملل در پیمان نامه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 20 نوامبر 1989 از نظر این پیمان منظور از کودک هر انسان دارای کمتر از 18 سال است، مگر اینکه طبق قانون قابل اعمال در مورد کودک سن قانونی کمتر تعیین شده باشد. و
دلایلی که میتونیم برای کار کودک بشماریم بیشترش اقتصادیه و در کنارش مشکلات فرهنگی و فقر فرهنگی. البته این فقط توی جامعه های مثلا جهان سوم نیست، تو جامعه های مرفه هم هست، همونجور که در کتاب ردپای استعمار کودکی به اون اشاره کردیم. اما باید یه تفاوتی تعریفی هم داشته باشیم از کودک کار، که به رغم تعریف مشخصی که در قوانین داخلی برای پدیده کودک کار هست، اما میتونیم استنباط کنیم از ماده 80، 79 و 84 قانون کار که اینطور تعریف کرده: به کار گماردن اشخاص کمتر از 15 سال به طور مطلق و اشخاص بیشتر از 15 تا 18 سال بدون لحاظ شرایط قانونی شامل تعریف کودکان کار میشن. از این رو باید این گونه گفت: به کارگیری هر شخص زیر 15 سال تمام شمسی فارغ از جنسیت ممنوع بوده و شخص به کار گرفته مشمول عنوان کودک کار است. از نظر معیار نوع کار با توجه به تصریح ماده 80 و 84 قانون کار، به کارگیری اشخاص بین 15 تا 18 سال تمام شمسی در صورت مجاز است که آزمایش‌های پزشکی توسط سازمان تامین اجتماعی انجام شود و شغل مذکور برای سلامتی یا اخلاق شخص زیان‌آور تشخیص داده نشود. البته ذکر این نکته در اینجا ضروریه که به موجب ماده 80 قانون کار، کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد کارگر نوجوان نامیده می شود. بنابراین ظاهرا قانون مذکور بر این عقیده است که بین دو پدیده کارگر کودک و کارگر نوجوان را زیر عنوان کارگر کودک مطلق خاص 10 تا 18 سال را تحت عنوان کارگر نوجوان با حصول برخی از شرایط مجاز دانسته. با این وجود در نوشتار حاضر چنین تفکیکی صورت نگرفته و به کارگیری اشخاص زیر 18 سال بدون رعایت شرایط قانونی تحت عنوان کودک کار مورد توجه قرار گرفته. بر اساس تعریف دیگری که در حوزه بین الملل توسط برنامه اطلاعات آماری و نظارت بر کودکان کار در سازمان بین المللی کار ارائه شده، فردی کودک کار نامیده میشه که مشغول یک فعالیت اقتصادی باشد و سنش کمتر از 12 سال باشد و 1 ساعت در هفته یا بیشتر کار کند، یا سنش 14 سال یا کمتر باشد و حداقل 14 ساعت در هفته کار کند، یا سنش 14 سال یا کمتر باشد حداقل 1 ساعت در هفته در یکی از مشاغل پرخطر مشغول به کار باشد، یا سنش 17 سال یا کمتر باشد و در مشاغل بدترین شکل‌های کار برای کودکان مشغول به کار باشد. سازمان بین‌المللی کار بیشترین معیارهای مربوط به کار کودکان را به مسئله حداقل سن استخدام و شروع به کار اختصاص داده. به این معنی که تاکنون 11 پیمان نامه بین‌المللی و 5 توصیه نامه اختصاصاً در این باره تصویب نموده است. اما پیمان نامه حداقل سن برای استخدام مصوب 1973 جامع ترین سند مربوط به حداقل سن اشتغال می باشد و موضوع آن عام است. این پیمان نامه در واقع تجدید نظر شده پیمان نامه شماره 59 می باشد. بنابر ماده 1 پیمان نامه تجدید نظر شده، دولت های عضو متعهد می شوند از آنچنان سیاست های ملی پیروی نمایند که هدف القاء مؤثر کار اطفال و بالا بردن تدریجی حداقل سن اشتغال یا پذیرش به کار در سطحی باشد که به نوجوانان امکان دهد به کامل ترین حد از رشد جسمی و فکری دست یابند. در این پیمان نامه در ماده 3 آمده است که 1. حداقل سن برای آغاز به کار در هر شغلی که به اقتضای طبیعتش یا به دلیل شرایط یا فضای انجام کار ممکن است به تندرستی، ایمنی و اخلاق نوجوان آسیب رساند، از 18 سال کمتر نخواهد. 2. نوع کار یا اشتغالی که در پاراگراف 1 تصریح شده در قوانین و مقررات دولتی
با اصلی مقامات رسمی پس از رایزنی و انجمن کارفرمایان و اتحادیه کارگران زینا چنان که تشکیل شده باشد تعیین خواهد شد. علی‌رغم مطالب قید شده در پاراگراف 1 این ماده، قوانین و مقررات دولتی یا مقامات رسمی می تواند پس از مشورت با صنف کارفرمایان و اتحادیه کارفرمایان زینف چنان که تشکیل شده باشد اشتغال به کار از سن 16 سالگی را مجاز اعلام کند. مشروط بر آنکه تندرستی، ایمنی، اخلاق نوجوانان که استخدام می شود آسیبی نبیند و به آنان تعلیمات کافی و ضروری و آموزش مناسب داده شود. در ماده 4 فقره 1 آمده در صورت لزوم مقام‌های صلاحیت دار پس از مشورت با انجمن کارفرمایان اتحادیه کارگران ذی‌نفع چنان که تشکیل شده باشد می‌تواند برخی از انواع اشتغال را که در صورت رعایت این پیمان نامه منشأ مشکلات خاص و عمده می‌شوند از سیسه شمول آن مستثنا کند. فقره 2 هر دولت عضو که این پیمان نامه را به تصویب رسانده است در نخستین گزارش خود که طبق ماده 22 اساسنامه سازمان بین المللی کار درباره اجرای این پیمان نامه ارائه می دهد موظف است فهرستی از مواردی را که طبق پاراگراف این ماده از حوزه شمول این پیمان نامه مستثنا کرده همراه با دلایل استثنا را ارائه کند. دولت عضو موظف است در گزارش‌های بعدی خود ارتباط بین موارد استثنا شده و قوانین موجود و نیز حدود رعایت بالفعل و بالقوه مقررات این پیمان نامه را در این مواد روشن کند. فقره 3 رعایت این ماده نوع اشتغال و کاری را که در ماده 1 این پیمان نامه قید شده از حوزه شمول پیمان نامه مستثنا نخواهد کرد. به طور کلی قرارداد شماره 138 سازمان بین المللی کار برای مشاغل مختلفی حداقل سن تعیین کرده که اگر کودکی پایین‌تر از این سن است مشغول به فعالیت در آن شغل باشد آن کودک کار در نظر گرفته می شود. این سنین عبارتن 18 سال برای مشاغل پرخطر، مشاغلی که سلامت جسمی، روانی و یا اخلاقی کودک را به خطر می اندازن. 13 تا 15 سال برای مشاغل سبب، مشاغلی که سلامت و امنیت کودک را تهدید نمی کنند و کودک را از تحصیل باز نمی دارند. و البته سن 12 و 14 سال کامل ممکن است تحت شرایط خاصی در کشورهای فقیر پذیرفتنی باشد. بر اساس تعریف دیگری که توسط برنامه اطلاعات آماری و نظارت بر کودکان کار در سازمان بین‌المللی کار ارائه شده، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 23/9/1399 لایحه تصویب پیمان‌نامه حداقل سن کار شماره 138 که به پیشنهاد وزیر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئت وزیران رسیده بود را برای مراحل تشریفات قانونی تقدیم آقای قالیباف که رئیس مجلس شورای اسلامی بود کردم. پس تفسره اول وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را به عنوان مقام صلاحیت دار در اجرای این کنوانسیون در ایران معرفی کردن. تفسیر 2 آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این قانون توسط شورای عالی کار تعیین می شود و با پیشنهاد وزارت تعاون و اجتماعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین سازمان بین‌المللی کار اسناد را مربوط به کارهای خطرناک از زیان‌آور به تصویب رساند. به عنوان مثال پیمان نامه شماره 13 و توصیه نامه شماره 4 که طی آن به دولت‌ها توصیه می‌شود که کارگمارانان افراد کمتر از 13 سال در تمامی صنایعی که خطر مسمومیت ناشی از سوخت وجود دارد را ممنوع می‌سازد. اسناد دیگری هم در زمینه ممنوعیت کار در شب به تصویب سازمان بین المللی کار رسیده. از جمله پیمان نامه شماره 96, 90 و 20 بر اساس
بر اساس پیمان‌نامه شماره 6 مصوب 1919 به کار گماردن کودکان و نوجوانان کمتر از 18 سال در مدت شب در مؤسسات صنعتی ام از خصوصی یا عمومی ممنوع می‌گردد. کمیته کار کودک پیمان‌نامه جدید کار تحت عنوان پیمان‌نامه شماره 182 مربوط به ممنوعیت اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک به تصویب رساند. طبق ماده 2 این پیمان‌نامه منظور از کودک کسی است که به سن 18 سال نرسیده باشد و طبق ماده این پیمان‌نامه دولت‌های عضو ملزم هستند اقدام فوری و مؤثر برای تأمین و تضمین مجد و محو بدترین اشکال کار کودک به عمل آورد. جرم‌شناسی از لحاظ قانون داخلی ایران به کار گماردن کودک کمتر از 18 یا شرط سنی اعلام شده جرم نگاری شده و مجازات در پی دارد. طبق ماده 176 قانون کار متخلفان از هر یک از مواردی که برای کار کودک گفته شد برای هر مورد تخلف و حسن مورد علاوه بر وقت تخلف یا تعدیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر هر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد به ازای هر کارگر به ترتیب زیر محکوم خواهد برای 10 نفر 200 تا 500 برابر حقوق مزد روزانه یک کارگر، برای 100 نفر نسبت به مزد 10 نفر 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر، برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مزد 100 نفر 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه و در صورت تکرار تخلف متخلفان مسئول به 7 از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد. مقام مسئول قضایی در مورد حقوق کودکان اگر کودکی به هر دلیلی مشغول فعالیت اقتصادی بود و از این جهت متضرر زیان شد از سه طریق حقوق کودک قابل مطالبه است. یک، از طریق اداره بازرسی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. دو، میتوان از طریق هیئت‌های تشخیص اختلاف بین کارگر و کارفرما مشکل را مطرح کرد. یا اگر جرمی علیه کودک شما اتفاق افتاد میتوان آن را از طریق اطلاع رسانی به مراجع قضایی مورد پیگیری قرار داد. بر اساس آمار سازمان جهانی کار سالانه 250 کودک 5 تا 14 سال در جهان محروم از کودکی می شود. طبق این آمار 120 میلیون نفر از آنها وارد بازار کار شده و مشغول به کار تمام وقت هستند. 61% این کودکان در آسیا، 32% در آفریقا و 7% در آمریکای لاتین زندگی می کنند. قاچاق انسان از راه‌های عمده وارد کردن این کودکان به بازار است. به جز کارگری بردوار، روسپیگری و فروش اعضای بدن کودکان از دیگر سرنوشت کودکان قاچاق است. کار کودک نزد بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی فعالیت استثماری تلقی می‌شود. ایران در سال 1994 میلادی مطابق 1373 شمسی به جمع امضا کنندگان پیمان‌نامه حقوق کودکان پیوست. ولی برخی از قوانین موجود ایران هنوز با کنوانسیون ناسازگاری دارد. حقوق کودکان در جمهوری ایران با مسائلی مانند کار کودکان، مجازات و اعدام کودکان، پایین بودن سن مسئولیت کیفری در قوانین ایران، ازدواج قانونی کودکان و استفاده از کودکان در نظامیگری درگیر است. بر اساس مواد 82 تا 84 قانون کار، اضافه کاری، انجام کارهای زیانبار و شبانه برای کودکان ممنوع است. اما بر اساس ماده 188 قانون کار، کار کودکان در کارهای خانگی به موجب ماده 196، کار آنها در کارگاه‌های کوچک زیر 10 نفر ممنوع نیست. ساماندهی کودکان کار و خیابان عنوان آیین‌نامه‌ای بود که سال 1384 شمسی
دولت وقت آن را تصویب کرد. طرحی که هدف آن توانمندسازی کودکان کار، حمایت از آنها و عنوان شد. قرار بود کودکان را از چرخه مشق قضایی به کار دور کند. اما در مدت 15 سال به طرح ضربتی دستگیری کودکان کار در خیابان تبدیل شد. متولی اصلی این طرح سازمان بهزیستی بود و 11 ارگانیسم نیروی انتظامی و خدمات درمانی، قوه قضاییه، سازمان بیمه درمانی، بیمه درمانی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان هلال احمر و سازمان‌های مشابه با این طرح همکاری می‌کردند. آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان در چارچوب طرحی که مکتوب شده است مدافع حقوق کودکان و منافع آنهاست، اما دستورالعملی که طی اجرای اصولی میتواند از رنج کودکان کار یا حتی از شمار آنها بکاهد، در مراحل اجرایی به طرحی ضربتی و شتاب زده بدون پشتوانه اجرایی تبدیل شد که نه تنها از کودکان کار حمایت نکرد، بلکه با خشونت، بدرفتاری، ایجاد ترس و اضطراب در میان کودکان کار با آنها آسیب فراوانی زد. آنچه در خیابان اتفاق می‌افتد، شناسایی و جذب کودکان کار از سوی مددکاری اجتماعی از طریق جلب اعتماد نبود، بلکه دستگیری کودکان بود. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران فرنا در گزارشی جامع موارد نقض حقوق بشر در ایران طی سال 1400 را منتشر کرد. در این گزارش آمده که آمارهای ارائه شده در این گزارش نمیتواند آینه تمام نمای وضعیت حقوق بشر در ایران محسوب شود، زیرا جمهوری اسلامی به سازمانهای مستقل حقوق بشری اجازه فعالیت آزادانه نمی‌دهد. طی سال 1400 خورشیدی ازدواج بیش از 20,000 کودک ثبت شد. دست کم 7,780 مورد کودک آزاری، تجاوز و آثار جنسی کودکان به وقوع پیوست. 92 کودک دست به خودکشی و 3 کودک دست به خودسوزی زدند و بیش از 3 میلیون کودک از تحصیل محروم بودند و بیش از 7 میلیون کودک کار در ایران وجود داشت. با تشکر از شما بینندگان عزیز. ممنونم از شما خانم سوارکوب عزیز. خیلی سخنرانی عالی و جذابی داشتید. ممنون از شما. از سخنران بعدی، البته دوستان کسی نظری نداره سخن خانم سوارکوب، بله آقای حمید اگر امکانش هست مایک رو برای ایشون باز کنم، سخنانشون رو گوش میدید. سلام به همه شما. من میخواستم سوال بپرسم از سخنران قبلی، رابطه مستقیم زیر پا گذاشتن حقوق اطفال و با استبداد. میخواستم ببینم که به نظر من، حدی که من میدونم، هرچی کشورهایی که درش استبداد به هر نامی، دین، غیر دین، حاکم شده، متاسفانه اونجاها زیر پا گذاشتن حقوق بچه ها و غیر بچه ها یه چیزیست که متاسفانه هست. خواستم ببینم این شما همین مسئله رو توجه دارید بهش؟ نه، ممنون. ببخشید صدای من بازه. وقتی صحبت از استبداد و حکومت دیکتاتوری و استبدادی میشه، قوانین فقط در جهت حفظ نظام سندیت پیدا میکنه. من تو این تحقیقی که کردم و ارائه دادم متوجه شدید که قانونگذار خودش قانونی رو میذاره برای حمایت، اما در جای دیگه قانون جدید میذاره که قانون خودش رو نقض میکنه. پس نمیتونیم مثلا استناد به قانون کنیم در وقتی یک جامعه داره با استبداد و دیکتاتوری میگرده، نمیتونیم به قانونش هم حتی اعتماد کنیم. عملا هزاران و هزاران دلیل هست و شاهد هست
به دنیا ثابت شده، به خودمون ثابت شده که هر جایی که خصوصا منحصرا در مورد جمهوری اسلامی ایران، هر جایی که به نفعش نبوده قانون خودشو لغو کرده، اونو نقضش کرده، فقط هم با دو تا دلیل: حفظ نظام، حفظ شرع. و البته در خیلی موارد هم شرع و فدای نظام کرده. پس بنابراین خیلی نمیتونیم از یه حکومت دیکتاتوری انتظار عدالت یا پایبند بودن به قوانین رو داشت. امیدوارم جوابتون رو داده باشم. البته نظر من هم شبیه نظر شما بود در واقع. ممنون سرکو عزیز، نظری نداره کنونیمشون که به بخش بعدی بپردازیم. بله، میگوار کسی سوالی نداره. بخش بعدی ما، سخنران بعدی ما، آیه سپهر رضای شایان با موضوع کودکان کار در ایران هست. ایراد میکنن، از ایشون دعوت میکنم که سخنرانیشون رو ایراد کنن. سپاس از شما خانم ولیزاده عزیز. پوزش کودکان کار در ایران. کودک کار به کودکی اطلاق می شود که واسطه فقر، مشکلات اقتصادی، فرهنگی یا توسط باند و مافیا به مدتی طولانی و مستمر به کار گرفته می شود. کودکان کار معمولاً در معرض آسیب‌های جسمی، روحی، روانی و اجتماعی قرار دارند. از تحصیل محروم هستند و نیازهای کودکی آنان توجهی نمی شود. همچنین خطرات زیادی آنها را تهدید می کند. دنیایی که می تواند تنها به کمک‌های ساده کودکانه کودکان کار در محیط‌های امن خانواده محدود شود، از کودک کار کارهای سختی طلب می کند که هرگز در تاب و توان دست‌های کودکانه‌شان نیست. کارهای دشوار با پرداختی‌های ناچیز که در مقابل کودکی‌شان از آنها می دوزن و به رشد جسمی و ذهنی آنها آسیب می زنن. سازمان های بین‌المللی کودکان کار اولین بار در سال 2002 روز جهانی مقابله با کودکان کار را راه اندازی کرد و عبارت اکنون اقدام می شود کار کودکان پایان یابد شعاری است که در سال جاری برای این مناسبت جهانی انتخاب شده است. اساس آخرین گزارش سازمان بین‌المللی کار و یونیسف تعداد کودکان کار در سراسر جهان 160 میلیون نفر رسیده که این اولین افزایش در 20 سال گذشته است. همچنین با افزایش قابل توجهی در تعداد کودکان کار 5 تا 11 ساله مواجه هستند که مجبور به کار کردن هستند. کودکان در این گروه سنی بیش از نیمی از رقم جهانی کودکان کار را تشکیل می دهند. بر اساس سرشماری سال 2011 میدادی 259 میلیون و 64 نفر کودک در گروه سنی 5 تا 14 سال بودند که 10.1 میلیون نفر آنان کودک کار بودند. کشورهایی در حال توسعه مانند هند بیشترین سهم را در این معضل کودکان کار داشتند. و هر کار این کودکان لزوماً در خیابان نیست. آنها در باربری ها، خیاطی ها، آجرپزی ها، خانه ها، کارهای زیرزمینی، مواردی از این دست هم مجبور به قالی بافی هستند. برخلاف تصور عموم که بیشتر کودکان کار شامل مشکلات اجتماعی، فقرنشینی، بیکاری هستند، وظیفه سنگین انجام مسئولیت سنگینی را به همراه دارند. خانواده های با فرهنگ های بیمار که گاه دختران را در کودکی مجبور به ازدواج با افراد فاقد هر گونه صلاحیت می کند، این قربانیان کودک همسری جدا از تحمل تلخی‌ها و مشکلات بیشمار هیچ مهارتی برای ایفای نقش همسری و مادری ندارند. میراث خانواده‌هایی با جایگاه و شأن اجتماعی پایین و فاقد عزت نفس و احترام که اغلب با تحقیر و توهین مواجه می‌شوند. اغلب انحراف و انزوا یا خشونت طغیان خواهد بود. کودکان روشیافته در چنین فضایی در آینده برداشتهایشان را با جامعه تقسیم خواهند کرد. سوء تغذیه به عنوان رایج‌ترین مشکل بچه های کار جدیترین عامل مخرب رشد ذهنی و جسمی آنان است.
آرتروز دیسک کمر و اختلالات رشد آسیب‌هایی است که از همان کودکی گریبان کودکان کار می‌شود. عفونت‌های ریوی و مشکلات پوستی نیز خیلی زود به سراغ کودکان زباله‌گرد می‌آید. گذر از دوره کودکی و نوجوانی و ورود به دنیای بزرگسالی سرآغاز دوره جدیدی از مشکلات این کودکان است. آنها که هیچ آموزشی برای کسب درآمد، مدیریت زندگی و حضور اجتماعی ندیده‌اند، با انبوهی از مشکلات جدید روبرو خواهند بود. مطالعات جرمشناسی نشان می‌دهد اغلب مجرمان و بزهکاران کودکی پرآسیبی را پشت سر گذاشتند. کار کودکان ارزان است. کودکان از نظر جسمی و ذهنی مطیع هستند. کودکان کار اتحادیه ندارند و نمی‌توانند به دادگاهی شکایت کنند. نبود یک اراده سیاسی در جهان برای پایان دادن به کار کودکان یکی از مهمترین دلایل ادامه حضور کودکان در بازار کار است. در ایران نیز با وجود قوانین متعدد و امضای پیمان‌نامه حقوق کودک مبنی بر محو بدترین اشکال کار کودکان و وجود قوانینی چون قانون اساسی اصل 30، قانون کار ماده 80، 81 و 83، قانون مجازات اسلامی ماده 931، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، کودکان زیادی برای تأمین مایحتاج زندگی خود مجبور به کار هستند. این قوانین نتوانسته است بستر مناسبی را برای حمایت از آنان فراهم کند. در برنامه ششم توسعه دولت متعهد شد که 25% از جمعیت کودکان کار را کاهش می‌دهد. برای اولین بار نام کودکان کار در برنامه توسعه کشوری برده شد، ولی در اینجا هم هیچ آماری از تعداد کودکان ارائه نشد که بتوان در پایان برنامه ششم ارزیابی روشنی از آنها را داد. اقدامات انجام شده پیش از هر چیز بر عملیات قهرآمیز حذف فیزیکی کودکان از سطح خیابان‌ها متمرکز شده است. این اقدامات کودکان را به کارهای خطرناک و دشوارتر مثل زباله‌گردی و غیره سوق می‌دهد و تأثیر چندانی در بهبود شرایط کودکان کار نخواهد داشت. برخی مداخله‌های دولتی از جمله دادن یارانه، اجازه تحصیل به کودکان افغانی در مدارس ایران، طرح کودک و خانواده سازمان بهزیستی و فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی تا حدودی در بهبود شرایط زندگی کودکان کار مؤثر بوده. بر اساس ماده 79 قانون کار به کار به گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است و همچنین بر اساس ماده 80 مذکور کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد کارگر نوجوان نامیده می شود و در بعض به استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرد. زیرا کار کودکان بازار ارزانی است و حتی اگر کودک به اندازه فرد بزرگسال کار کند، حقوق او به اندازه فرد بزرگسال نیست. همچنین به این بستگی دارد که چقدر سیاست‌های مهاجرتی ما درست است و انجام می‌دهیم که کودکی از کشور دیگر به عنوان کودک وارد کشور ما نشود. در آن زمان بررسی‌ها نشان داد که حدود 95% این کودکان کار با خانواده زندگی می‌کنند. وزیر کشور با بیان اینکه طبق اعلام وزارت کار و اشتغال حدود 7 میلیون شغل غیررسمی در کشور داریم گفت 7 میلیون شغل غیررسمی یعنی افرادی که هیچ بیمه‌ای ندارند و زمانی که بحران کرونا وارد کشور شد این افراد بیشتر آسیب دیدند، زیرا نه بیمه بیکاری به آنها تعلق می‌گیرد و نه وابسته به سازمانی هستند که کمک‌های معیشتی و رفاهی دریافت کنند. با امید روزی که هیچ کودک کاری در این دنیا نباشه، به خصوص در ایران ما. ممنون از وقتی که در اختیارم قرار گرفت. من از شما شایان خیلی ممنون از سخنرانی زیباتون. بعد ما الان به بخش آزاد میپردازیم. بخش آزاد ما در رابطه با اعتراضات بخشی لحظه بخش آزاد ما در رابطه با حق اعتراض کودکان و نوجوانان در ایران هستش و با توجه به این که حق اعتراض کردن برای هر انسانی هستش که بخواد حقوق خودش رو مطالبه کنه و حق خودش رو فریاد بزنه و حقوقش رو مطالبه کنه و این حقوق
از زمانی که ما متولد میشیم یا در کشور خارجی، در زمانی که کودک، حتی زمانی که داخل شکم مادر هستش، این حقوق رو دریافت میکنن و این حقوق رو دارن. متاسفانه در کشور ما به دلیل بودن یک حاکمیت ناکارآمد و به قول معروف که جنبشون تو کودکان زیادی رو کشتن، از جمله خانم نیکا کرمی، سارینا اسماعیلی زاده، سارینا سایدی و خیلی از کودکان دیگر که داخل ایران کشته شدن و در آوردن میشه اشاره کرد. خشونتی که در کودکان بود و میخوام جوامع بین الملل میگن خشونت هر گونه آزار مبنی از نظر جسمی، فیزیکی، جنسی، ذهنی به یک فرد باشه، به یک کودک باشه، به این میگن خشونت. که ما در حال حاضر در سطح جامعه، در خیابان، توم و به قول معروف توفنگ های جنگی به بچه های. سوال من از شما این هستش که آیا این حق رو، یعنی این وظیفه رو می توانیم ما به کودکان و نوجوانانمون بدیم که به سطح خیابان ها بیان و اعتراض بکنن، یا خیر این درست نیستش که این مسئولیت بزرگ رو بر شونه های نحیف کودکان بذاریم؟ و یک سوال دیگه که من از شما دارم این هستش که این کودکانی که الان شاهد خشونت ها هستن، به قول معروف بهشون تجاوز میشه، کتک خورده میشن، با باتوم ها، با اسلحه ها، کشتن رو شاهد کشتن ها در سطح شهرها هستن، آیا در آینده برای کشور ما فرزندان و به قول معروف شهروندان مفیدی خواهند بود یا خیر؟ آیا زندگی نرمالی خواهند داشت و از این عدالت طلبی درس خواهند گرفت و عدالت طلبی رو پیش میبرند، یا خیر این باعث میشه که کودکان خشونت رو یاد گرفته باشن و انتقام جویی رو یاد گرفته باشن؟ ممنون میشم که در بحث ما شرکت کنید دوستان عزیز. کسی نظری نداره؟ بله. متاسفانه حق با شماست. یعنی وقتی که خشونت اصل میشه، فضایی درست میکنه که میتونه آدمها رو مسموم کنه. سه تا چیز رو از هم باید سواب بدونیم به نظر من. یکی خشونت پذیریه، که این بدترین چیزه. یعنی کسی فکر کنه که حقشه که ظلم بهش بشه و نخواد اعتراض کنه. این باید اینو توی جامعه تو فکراش کند. دومی خشونت طلبیه، به این عنوان که هیچ چیزی رو بدون خشونت نمیشه به دست آورد. بنابراین خشونت هم فقط زور کتک زدن نیست. شما خشونت لفظی دارید با توهین، تهمت، دروغ. یکم خشونت زداییه، یعنی اینکه چه کار بکنیم که بشه مسائل رو، راه حل ها رو پیدا کرد بدون اینکه خشونت تنها راه حل بشه. چطوره میشه این بچه ها رو دعوت کرد؟ با اندیشه است. باید صحبت کرد با بچه ها، چیزی که خیلی کم پیش میاد. یعنی توضیح دادن بچه ها، فهموندن اینکه فرق این سه تا حالت چیه و تشویق کردن به اینکه خشونت زدایی رو بتونن بفهمن. اینجوری میتونن مقابل خشونت همجنس کسایی که خشونت طلبی رو روش میکنن نشن.
اینکه شایع باید در حرکت باشن، در جنبش باشن، بستگی داره به اراده خودشون. من خیلی احترام میذارم به کسایی که میفهمن چی کار میکنن. ما توی جامعه ای هستیم که افراد قرنهاست، یعنی از زمان مقام، فکر میکنن دینشون ارثیه، نمیدونن چرا انتخابش کردن، چرا باید داشته باشن، و بنابراین اطاعت از چیزی میکنن که نمیفهمن. و این بدبختی رو به وجود آورده که میبینی یکی از دلایل تاریخی استبداد کشور ماست. همین که افراد بفهمن برای چی دارن عمل میکنن، حقوقشون چیست، تکلیفشون چیست، زور رو نباید بپذیرن، زور رو نباید بگن، میتونه کمکشون بکنه در تصمیم گیریشون. این نظر من. امیدوارم زیاد صحبت نکرده باشم. ممنونم از نظرات خوبتون. دوست بعدی ما آقای رضا شایان هستند. لطفا مایک رو برای شما از ما. سپاس از شما خانم ولیزاده عزیز. بله، متاسفانه شرایط آموزش و پرورش و شرایط درونی کشور به گونه ای رفته جلو که کودک و کودک زیر 18 سال متوجه شده حق خودش رو جز خشونت از راه دیگه نمیتونه بگیره. و دلیل اصلی اینم اون نظام استبدادی و دیکتاتوری حاصل در چارچوب آموزش پرورشه. و اگر ما میخوایم این مشکلات رو از کنار بذاریم، باید هم با کودک صحبت کنیم، هم یک واسطه‌ای پیدا کنیم که این چارچوب مشکلات رو بتونه شفافتر و بهتر توضیح بده. ممنون. ممنون از شما شایان. نفر بعدی آقای نوروزی هستن. لطفاً من رو برای شما هست. بله. سر من داریم؟ خدمتتون عرض کنم که در رابطه با حق اعتراض، من باید یه فیدبک بگم، اول باید یه فلشبک بزنم به عقب که آیا ما اصلا چه حق و حقوقی داریم که بعد بخوایم در رابطه با اون بیام حالا اعتراض بکنیم. متاسفانه تو ایران خیلی از شهروندها و علل خصوص کودکان نمیدونن واقعا چه حق و حقوقی دارن که بخوان در رابطه با اون حق و حقوقی که دارن بعد در داره ضایع میشه بخوان اعتراض بکنن. کودکان بیشتر به دلیل اینکه خانواده هم در واقع در بعضی از موارد یه سد و یک مانع میشه برای اینکه کودک بخواد اعتراض بکنه و اینکه بخواد از حق خودش دفاع کنه. توی کشورهای خب پیشرفته جهان اول شما میبینید در آلمان آموزش میدن به کودکان، حتی تو مدارس، توی خانواده ها، تو جامعه آموزش میدن که شما اجازه اینو داری که دفاع کنی از حق خودت. و حتی بعضن شده من دیدم که کودکان یه حالات به صورت نمادین اعتراضی از یک مسیری تا یک مسیری حالا به صورت خیلی کنترل شده بچه‌ها رو میبرن تو بچه‌ها یاد بگیرن که چجور میتونن اعتراض بکنن و میتونن از حق خودشون دفاع کنن. متاسفانه تو ایران خب همونطور که همه دوستان میدونن چون دولت و حکومت گوش شنوا نداره به اعتراض و همونطور که میدونن همه اعتراض رو سرکوب میکنه، خب قاعدتاً کودکان هم از این هر مستثنا نیستن. بعد خواستم همین نکته رو خدمتتون بگم. ممنون که مایک رو در اختیار من قرار دادید. ممنون از نظرتون جناب نوروزی. یه سوال از شما داشتم که من زمان زیادی نیست که به قول معروف به جوانی گذاشتم و تا برهای قبلا من یک نوجوان بودم. خیلی از اتفاقات و چیزها رو در ایران حس میشه و این هستش که مثلا به قول معروف نمیشه جوری پدر مادر صحبت کرد، یه سری چارچوب خانواده هست که نمیشه حرف زد و یه سری از حقایق رو گفت و به قول معروف این حرفا رو زدن
بی‌ادبی محسوب میشه. نظرتون در مورد این چیه که آیا باید این حق رو به جوانهای خودمون بدیم که به سطح جامعه بیان و قدمی بر جامعه بردارن و به قول معروف اونهایی که سنشون بیشتره راه رو به جوانترها بدن که جوانترها به قول معروف مثل همین الان که خیلی از جوانها دهه 80 ها روی سطح خیابان ها هستن و میان اعتراض میکنن. نظرتون در این باره چیه؟ ممنون شما نظرتون رو بشنم. ممنون. نفر اول فکر میکنم خانم سوار کوب هستن، لطفا مایک رو برای شما آزاد کنم. من میخوام اول یه چیز رو بگم، این که توی قوانین ایران باید بیان ببینیم حق اعتراض رو به رسمیت میشناسه یا نه. از لحاظ قانونی آره، ما ماده قانونی داریم که بیان مشکلاتتون رو اعتراضتون رو بیان کنیم، ولی همیشه یه پسند داره که این پسند حفظ نظام، اگر برخلاف نظام نباشه، اگر شرع رو به خطر نندازه، پس بنابراین ما اعتراض واقعی نداریم، حق اعتراض واقعی نداریم. و از طرف دیگه فرهنگ سازی اعتراض هم همچون که شما اشاره کردید خانم علیزاده، اونم به خانم علیزاده این هم نداریم. ما توی خانواده هم به اون درست یاد ندادن که چجوری اعتراض کنیم، اصلا حقمون رو بشناسیم. ولی از طرفی هم الان بچه های در 80 رو که میبینیم خیلی آگاه هستن، به لطف اینترنت و فضای مجازی و سوشال مدیا خیلی آگاه هستن، خیلی چیزایی که ما فکر نمی کنیم که اصلا اونا معنیشو بدونن اتفاقا خیلی قشنگ میدونن، خیلی از چیزایی که اصلا ما نمیدونستیم چیه، مثلا نوجوانی و اینا حق بمونه، اونا مثلا میان میگن اصلا آره این حق منه که لباسم و نوع پوششم رو انتخاب کنم یا در موردش بحث میکنن. مثلا من که خیلی قشنگی که اصلا نسل من هنان اصلا 38 سالگی هم پیشرفت فرهنگی رو میبینم با بچه مثلا خواهرزادم که اصلا توی نوجوانی داره به سر میبره، خیلی پیشرفت کرده از لحاظ فکری، از لحاظ فرهنگی. و اینو هم مدیون قشر تحصیل کرده پدر و مادرها هستیم، هم فضای مجازی، درسته که حالا فضای مجازی جنبه های منفی هم داره، ولی توی جامعه بچه خیلی خیلی هم به آموزش و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به ما کمک کرد. پای کار در اختیار من گذاشتید. ممنون از نظرات خانم سوارکوب عزیز. نفر بعدی آقای حمید هستن، لطفا مایک رو برای شما آزاد کنید. ممنون شما. ممنون. من پاسخ سوال شما رو اول بدم در مورد با پدر مادر و احترام و آداب سنت. استدلال وقتی داشتید با منطق زور توش احتیاج نیست، بنابراین که پدر مادر بفهمند. ببینید یه چیزهایی از هم جدا کنیم، اینکه استبداد خشونت طلب هست، ترویج خشونت طلبی میکنه، بنابراین از استبداد و قوانینش نمیشه خواهی تمنا کرد که خشونت زدایی رو در جامعه ترویج کنه. این از مسئله استبداد میونه. ما به عنوان جامعه مدنی چیکار باید بکنیم مقابل استبداد؟ ما باید که اون خشونت زدایی رو در جامعه ترویج کنیم. وقتی پدر مادری برسرس فرزندشون سوالی میکنه، بایستی که با استدلال جواب بدن، نه با زور. اگر گفتن خفه برو بخواب، این تنی زور. ولی اگر اومد گفت جواب میداد و تونست قانع کنه و اگر دید که بچه حق داره پذیرفت، شما یه فضایی درست میکنی که این بچه تو اون فضا میفهمه که میشه بدون زور مسائل جلو بره. و اون جامعه است که شروع میکنه تغییر کردن و توانایی تغییر دادن پیدا میکنه. بنابراین با ماست که عمل کنیم. اصلا نگاه به دولت و استبداد و اونا فقط ترویج است زور میکنن، به نام دین، به نام همه چی، هر چی دلتون بخواد توجیه میکنن استفاده و از زور.
از شب تا صبح ببینید این آقایان کارشون شده فوش دادن، دشمن دشمن دشمن، مرگ برای این دشمن، مرگ برای اون دشمن، اینا کارشون خشونته. ما هستیم که باید همجنس اینا نشیم. استبداد همه کار میکنه ما رو در عکس العمل همجنس خودش بکنه، اگر که پیروزه. برای تو خانواده هاست که باید مقاومت رو برد توی اونجاها و سلول هایی درست کرد که در اون سلول ها فضای احترام به حقوق، همونجوری دوست عزیز گفتن، شناختن اون حقوق و بعد از شناختنش حفظ و احیای اون حقوق رو ترویج داد. اینطوری میشه با تغییر کردن تغییر بدیم، تغییر نکنیم چیز رو تغییر نمیدیم. این راحت. مرسی از شما، امیدوارم پاسخ سوال شما رو دادم. ممنون از صحبتتون و نظراتتون. من مشاهدش میشه خیلی از کودکان و نوجوانان به سطح شهر اومدن و اعتراض خودشون رو نشون دادن به عنوان یک عضوی از جامعه. میخوام در مورد این صحبت کنیم که این کودکان به نظرشون چه چیزهایی لازم دارن، که چه چیزهایی باعث شده که به روی خیابان‌ها بیان. در مورد این صحبت کنیم که بیشتر کودکان و نوجوانان ایران رو بشناسیم و خواسته‌هاشون رو بدونیم، و همچنین ما باید برای این کودکان و نوجوانان چه کارهایی انجام بدیم که از این کودکان و نوجوانان محافظت مقابل این حکومت استبدادی. ممنون شما، نظراتتون رو بشنوم. نفر اول آقای شایان هستن، لطفا ما رو برای شما آزاد کن. ممنون. سپاس از شما خانم ولیزاده عزیز. حقیقتاً اصلی ترین دلیلی که کودکان الان برای به دست آوردن حقشون به خیابان ها میان، گسترش فناوری اطلاعات و شبکه‌های ارتباطی و اینترنته، که حتی نسل‌های من و نسل‌های قبل من این گستردگی رو نداشتن و اون سوشال مدیا به قولی شده اولین معلم اونها که بهشون میگه چجوری شما حقتون رو میتونید بگیرید با این روش، با انجام این کار، با انجام این کار. و اصلی ترین دلیلش اینه. و اگر این راهبردی بشه و یک شبکه سازی درستی بشه، مطمئنن تمام کودکان هم میتونن زیر یک پرچم و زیر یک هدف برای احقاق حقشون به خیابان ها بیان. ممنون از نظراتتون. دوستان، کسی از دوستان صحبتی ندارن در باره کودکان؟ بله، یکی از دوستان آقای همین صحبت دارن. من شو در اختیار شما قرار بدیم. ممنون. پر حرفی نشه، خواستم فقط بگم حرفی که دوست عزیز قبل درسته، ولی به بچه ها و فرزند ها باید هشدار داد، نه تصمیم گیره، هشدار داد که عکس العمل نشد، که عمق مسئله رو بفهمه. خیلی مهمه که توی این موقعیت ها اونایی که تجربه بیشتری دارن، نه ترس و نه یأس و که اینا دشمن هم، بلکه استدلال و توضیح رو به بچه ها بدن، بچه های سنهایی که جوان ها بدن، که اونها اطلاعات بیشتر بکنن. کامل نیست دنیای مجازی، ولی بنابراین کامل کنن اون اطلاعات رو، که افرادی که وارد مبارزه میشن بفهمن که مسئله دقیقا همه مسائل زاویه هاش رو ببینن و بدونن که هر کاری که الان میکنن نتیجهش همون خواهد بود. یعنی چیزی که امروز به کار میبری به عنوان وسیله، فردا از همون رو نتیجهش رو میگیری. بنابراین با اونهاست که بفهمن که چجوری باید عمل بکنن که آینده خیلی بهتر به دست بیاد.
اینا رو توضیحاش باید داد، خیلی توضیح باید داد. و ممنون از این فضاهایی که شما درست میکنید. امیدوارم که اون جوانترها هم بیه شرکت کنند تو این فضاها و شاید خیلی به دردشون بخوره. ممنون. ممنون از نظرتون. نظرت خانم سوارکوب رو هم میشنیم. منم گفته قبل از خودم رو تصدیق میکنم. فضای مجازی فضای کامل و پرفکتی نیست. خانواده ها نقش کلیدی دارن توی هوشیارسازی و آگاهسازی بچه هاشون. ولی این که بخوایم بگیم که مثلا این نوجوان ها و بچه هایی که الان دارن اعتراض میکنن برای چی دارن اعتراض میکنن و خواستشون چیه؟ حالا من مثلا به طور موردی با چند تا از مثلا دوستا و آشنا و بچه های آشنای خودم مثلا صحبت کردم. خیلی بچه‌شون خیلی قشنگ حرف می‌زنن، میگن ما یه آینده مطمئن می‌خوایم، مگه چیز زیادی می‌خوایم، ما یه دنیای شاد می‌خوام. من می‌خوام بدونم الان که درس می‌خونم، دانشگاه میرم، این همه سال مثلا قرار تحصیل کنم، یه شغل خوب می‌خوام، می‌خوام که آموزش پرورش. من یکی از بچه‌ای که من حرف می‌زدم خیلی علمی و قشنگ حرف می‌زد، خیلی راحت و روون اظهار نظر میکرد، میگفت بیاد آموزش پرورش به من تضمین بده که اوکی من اگه الان نرم کار کنم، مدرسه رو بر نکنم، نتیجه میگیرم از تلاشم، شغل خوبی در آینده خواهم داشت. بیاد اینا میتونه به من تضمین بکنه. در مقابل ما که نتونست، ما همونایی بودیم که پشت نیمکتای 3 نفره نشستیم، یه صفای کوپن بزرگ شدیم، توی پشت کنکور سالها موندیم، برای ما که دولت نتونست کاری بکنه. ولی حالا این بچه ها از پدر و مادرهاش میشنیدن و هم ترس آیندهش مدارن، هم دیکتاتوریه که توی مدرسه بهشون آموزش میده رو دیدن. از طرف خیلی از دخترامون دارن با این مسئله روبرو میشن، ازدواج کودکان و قشن درک میکنن، خیلی براشون سواله چرا دولت نمیاد کاری کنه که اینو بگیره، یا چرا مثلا احسای ناموسی اینقدر در مورد دختران زیاده. خیلی میگم که نوجوان های امروز خیلی آگاه تر از سن ما هستن. ما توی سن ما با وجودی که بیشتر بود یا خیلی معمول تر بود دختران توی نوجوانی ازدواج کنن، ولی برای خودمون اونقدر جای سوالی نبود. همیشه میگفتم خب حتما خانوادهش خواستن دیگه، اینجوری بوده، قسمتش بوده. ولی الان بچه های الان با قسمت و تقدیر اینا کار ندارن، میگن چرا قانون نمیاد جلوشه بگیره، چرا وقتی پدر دخترشو میکشه چرا قانون هیچ کاری نمی کنه. پس این نقص قانون رو میفهمن. از این جهت هستن بچه های امروز نسبت به اون جامعه نسل قبلی که ماها بودیم. درست. ممنون از نظر خانم سوارکوب. من میخوام اضافه کنم که علاوه بر این که فضای مجازی خیلی به آگاهی کودکان و نوجوانان کمک کرد، یعنی باعث شد از نظر حقوق بشر یه سری از حقوق خودشون رو بدونن و آگاه بشن، خیلی از چیزهایی هم بود که در جامعه مشاهده کردن، مثل سختی هایی که پدر مادرشون زیر مشکلات اقتصادی کمر خم کردن و همین مشکلات اقتصادی مشاهده می شد که باعث شده بود که جامعه ما خانوم ها از آقایان جدا بشن و این بچه بدون پدر مادر بشن و همه اینها رو مقصر حکومت بدونن. چرا که اگر حکومت خوب کارآمدی بود، هیچ وقت همچین اتفاقاتی برای کودکان ما نمی‌افتاد. و همچنین میشه گفت که خیلی از قتل‌ها، خیلی از کشتاری که حکومت انجام داده رو این کودکان و نوجوانان شاهدش بودن، مثل پرواز اوکراینی که صعود کرد و مورد هدف قرارش دادن. علاوه بر اون، این کودکان آگاه بودن که
حکومت یک حکومت دروغگو هستش، چرا که با یک شلیک اون رو وقتی که به هواپیما شلیک کرده بود، نه یک بار، دو بار شلیک کرده بود پشت سر هم، که اینکه این یک اتفاق بوده رو نقض کرده بود که داخل اون هواپیما هم خیلی از کودک ها مشاهده می شدن که موقع سقوط به دلیل این که حکومت یک حکومت قاتل هستش به قصد رسیدن. دوستان عزیز، اگر کسی نظری نداره به بحث رو جمع کنیم و پایان جلسه کسی نظر داره؟ بله جناب آقای حمید. متشکر از شما. فقط خواستم اضافه کنم یه چیزی که خیلی برام مهمه، اینی که چند تا چیز رو فراموش نکنیم. یکی این که مبارزات تمام مردم در تمام دوره ها دست و دست هم دارن، اینا هیچ کدوم از هم جدا نیست، هر پله‌ای که دیگری رفته. توی خارج اینجا مثلا میگن که شکست در یک تجربه پله رسیدن به موفقیت در آینده. در جامعه متاسفانه در جامعه ما شکست در تجربه یعنی بد بودن تجربه و وها کردن تجربه بدون فهمیدن ضعف‌ها که علت شکست شدن. نتیجه این که همون علت‌ها در تجربه بعدی که آغاز می‌کنن علت شکست بعدی میشن. یک جمله هم همیشه میگن بعضی از هموطنان که می‌بینین نمیذارن، در این که مسئله نمیذارن نیست، مسئله تجربه رو ادامه ندادن. ما این نسل باید تجربه رو ادامه بده. تجربه جدید رو نمیتونی شروع کنی بدون علتهای شکستهای گذشته و رفع اونها. اونها رو باید رفع کنی. یکیش همین رها کردن تجربه توسط راست. بنابراین با هم وقت رفع داشتن این مسائل باید داشت. و دومیش اینی که بتون خوبشتویدم یه چیز خوب، این استبداد حاکم 30 سال راه حلی پیدا کرده به عنوان اصلاح از داخل رژیم بدون هزینه و انقلابو کرده بود یک عمد خیلی زشت، معنای خشونت غیر و غیره. این بوتی رو که ساختن شکست و این بزرگترین دستاورده، این بوت رو شکست و معلوم شد که انقلاب نه تنها زشت نیست، انقلاب یعنی تغییر. تغییر در کجا؟ فقط ساختارها نه، در باور. در باورها باید تغییر بکنی. اون انقلاب در اونجاست، نه توی ریختن حکومت عوض کردن. ولی تو ایران ما تا بخوای شاهنشاهی داشتیم، میریختن یه قومی سرازیر میشدن، یه حکومت رو یه دولت رو میبرن، یه دولت میآورد، مثلشون انقلاب نبود. انقلاب در باوره و این باور علامتهاش داره میاد بیرون که داره در جریان تو این جنبش و انشالله نوید تغییرات خیلی بزرگ بده. ممنونم از شما. ممنونم از نظراتتون جناب آقای حمید. من یه سوال خدمت دوستان داشتم، این که ما در سطح جامعه مشاهده میکنیم که بعضی از پدر و مادرها به دلیل این که خشونت در سطح جامعه وجود داره و امکان این هست که کودکان یا نوجوانانشون به بیرون برن و اعتراض کنن، کشته بشن، جلوی فرزندانشون رو میگیرن و نمیذارن که به بیرون برن و اون به قول معروف حقوق خودشون رو فریاد بزنن. به نظر دوستان این کار خوبی هستش یا خیر؟ و پدر و مادرها باید چطور رفتار بکنن در این باره؟ ممنونم. دوستان نظری ندارن؟ بله. خانم سوارکوب، بله، نظراتشون رو میشنم. به نظر من نمیشه خب خوردی گرفت از مادر که تو نمیذاری بچت بره بیرون و حق خودشو فریاد بزنه و سهمی داشته باشه توی این انقلابی که داره اتفاق میفته.
به هر حال مادر حسای مادرانه داره و اون حساش اونقدر قویه که روی خیلی از حقیقت ها رو میپوشونه. ولی خب توصیه که حالا میشه کرد یا کاری که میشه کرد همراهی پدر مادر به بچه ها، با بچه ها هست، یا اینکه حالا دلیل نداره که همه تجمع کنن که یه نقطه مثلا مرکزی. حالا مثلا توی این انقلاب برخلاف سالای قبل خیلی تاکید شد که نیان توی یه نقطه متمرکز بشین، تو همون کوچه و خیابون و محلات خودتون بیان با درست کردن آتیش یا شعار دادن یا تجمعی کوچیک و بیان اعتراض دیوار نویسی بیان پراکنده کنیم تمرکز دولت رو از اون جمع بزرگی که مثلا توی میدونای مثلا مرکز اصلی یا دانشگاه و اون جور جا هست. و اینجوری به نظر هم بچه ها جاشون امن‌تره که محلهای خودشون، هم به همسایه ها و دوستانشون شناخت بیشتری دارن، میدونن کی به قول معروف خودیه کی نخودیه، میدونن کی بسیجیه کی مال این محله، کی دوسته کی دشمنه. یا توی همون محلهای خودشون با شعار نویسی، با درست کردن آتیش، با شعارهای شبونه یه تجمعی خیلی کوچیک بیان هم سهمی توی این انقلاب داشته باشن، هم از بچه‌هاشون حفاظت کرده باشن، یعنی در این حال دو تا کار رو با هم انجام داده باشن. نمیدونم نظرم چقدر درسته چقدر غلط، حالا دوستان دیگه مشارکت کنن ممنون میشم. ممنون از نظراتتون. نفر بعدی آقای نوروزی هست، نظراتشون رو میشنوید. خدمت رو عرض کنم که به نظر من اعتراض فقط نیستش که ما بیایم تو خیابون و اینکه با بچه ها حالا مثلا تو خیابون بخوایم شعار بدیم، خیلی اعتراض جنبه‌های مختلف دیگه هم داره، از جمله اعتصاب به نظر من، یا اعتراض تو فضای مجازی که هم میتونه خشونت کمتری داخلش باشه و هم که میتونن خانواده ها همراهی کنن. از اینکه اگر فقط نوجوانان بخوام بریزم بیرون، من واقعا با این مخالفم، چون که خانواده ها هم باید حتما همراهی کنن به نظر من، و کل جامعه، وقتی کل جامعه یا حد اکثر جامعه بلند بشه و اعتراض بکنه، خب قطعا خشونت کمتر میشه تا اینکه یک تعداد کوچیکی محدودی باشن و اینکه خب حکومت بتونه به راحتی سرکوب کنه. ولی کلن با اعتراض تو خیابون اون هم در این شرایط من موافق نیستم. اعتصاب به نظر من خیلی به نظرم گزینه مناسب تری هستش، و اگه میگم به شرطی که کل جامعه واقعا هم صدا باشن و اینکه بتونن حداقل با اعتصاب بازوهای به قول گفتن اقتصادی حکومت رو حداقل از این طریق بتونیم فلج بکنیم، چون خب نیروهای سرکوب قطعا به حقوق، بودجه و خب سرمایه نیاز دارن، و خب نبود سرمایه میتونه منجر به این بشه که خب این نیروها هم کم بشن. بله، ممنون از این که وقت در اختیار من قرار دادید. ممنون از نظرتون جناب سینا. نفر بعدی آقای حمید هستن، نظرتشون رو میشنم. خیلی از حرفایی که میخواستم بزنم آقای سعید زدن برام دیگه، ولی من خواهم فقط اضافه کنم به اینکه حرف ایشون کاملا صحیح، ولی شما به یه چیزی مهم به توجه میدم، اینکه همین جوانها وقتی بتونن با هم صحبت کنن، سوال کنن، میدونید استبداد سعی میکنه پرده بکشه روی خیلی از دروغ ها. مثلا مثالش روی ساده، آقای علی خامنه ای روزخان بودن در قبل از انقلاب، حالا کردنش رهبر مسلمین جهان، و میشه پرده سانسور پرده کشیدن از اون چیزی که ایشون بوده برای اینکه چیز جدید بسازن. شما این پرده ها رو بزنید کنار و با سوال کردن، با مطرح کردن، شما حتما نباید رفت تو خیابون با مقابل اون، همونجوری که ایشون گفت، اون وقتی که جنبش همگانی بشه، اونم اگه بخواد همگانی بشه باید خواستها شفاف بشه، عمومی بشه. خواستها تا حدی که حداقلی شدن متاسفانه عمومی نمیشن، خواست‌ها باید شفاف بشن، داره میشه. جنبش 3 ماه 4 ماه ادامه خواهد داشت، شفاف. اون وقت همین شما ببرید این سوالا رو مطرح کردن، جوونا زرنگن چون چرا کنن،
مسجد ها از آقایان سوالاتی بکنن در رابطه مدعی های دینیشون و بدون این که هیچ مسئله سیاسی باشه ظاهرا، چون جنبه های سیاسی فرهنگی میتونه خیلی خیلی ضربه بزنه به اینا، برای اینکه خیلی از مغزا که تعطیله شاید از تعطیلی در بیاد و ما احتیاج داریم به این عقلای تعطیل که هموطنای ما هستن که متاسفانه به نام دین، به نام خیلی چیزای دیگه عقلاشون تعطیل شده. اینا رو باید با همین چونه چراها، با همین سوال کردنها، با همین بحثا این قفلا رو شکوند، اونا رو با ما کرد. و من راه حل رو بیشتر این میبینم تا و اینجوری خواستهای عمومی هم خواستهای عمومی بیشتر شفاف میشن. همین گفته های بین همدیگه و اون وقتی که جنبش همگانی شد 70 میلیون ایرانی بیان بیرون بخوان بگن حق من کو، هیچ استبداد، هیچ نظامی نمیتونه جلوشونو بگیره و پیروزی انشالله با مردم ایران خواهد. ممنون. ممنون از نظراتتون. آقای حمید، همینطور هستش. ما به امید این زندگی میکنیم که به قول معروف ایران ما آزاد بشه و یک آزادی برای همگی ما به ارمغان بیاد. و من خواستم به یه نکته اشاره کنم، خیلی ذهن من رو درگیر کرده. اعدام کودکانه که حکمشون صادر شده و همچنین تجاوزهایی که به نوجوانهای دستگیر شده توسط ماموران حکومتی واقعا وحشتناک هستش برای یک نوجوان که به قول معروف توی فضای اعتراض و عدالت خواهی و عدالت باشه، ناگهان متوجه این بشه که خود حاکمان تمامی اعضاش، یعنی نوجوانان میدونن که این حکومت کلا فاسد هستش، ولی خب بازم یک امیدی به این دارن که شاید دو سه نفر از این اعضا آدم های خوب باشن که اینطور اتفاقاتی براشون نیفته، مورد تجاوز قرار میگیرند. میخوام در این باره صحبت کنیم و نظراتتون رو بشنوم و بدونم که نظراتتون در این باره چی هستش و بر سر این نوجوان ها چه خواهد آمد. ممنون. بله آقای همین، نظراتون میشنم. من اسمم نوشتم اینجا حمید ولی من فامیلم رفیعه. من خواستم فقط بهتون بگم این چیز جدیدی نیست متاسفانه. سال 60 وقتی که کودتا علیه انقلاب شد، جناب خمینی فرمود بود که 35 میلیون ایرانی بگن بله من، میگم نه، و دستور اعدام‌های جمعی دادن. دختر خانم‌هایی که بهشون میگفتن باکره بودن بهشون تجاوز میشد، یعنی به خودشون میگفتن سیغه کردی منشون بعد تا بتونن بعد اعدامشون کنن. و میخوام بگم این چیز متاسفانه شدیدی نیست از این استفاده. حتی آقای میرسلیم که دائما فرموده که 5 دقیقه بعد یا 5 روز بعد باید اعدام بکنید، این کاری بود که اون زمان میکردن و دستور داده بودن که هر کی رو تو خیابون دیدید بگیرید اعدام. و حتی یه عده‌ای که اصلا تظاهرات شرکت نکرده بودن، همینجوری تو خیابون بودن برای کار دیگه، رفته بودن جنازه هاشون رو به خانواده هاشون میدادن، میگفتن اینا رفتن بهشت. یا این حرفی که دانشگاه ها رو ببندیم برای دانشجوها مسئله حل میشه، چیز جدیدی نیست. اون وقت جزء تحریک که آقای آیت داده بود به عنوان تحریک کودتا، جزءش دانشگاه ها رو بستن دانشگاه ها بود برای خاطر اینکه دانشجوها رو بتونن منفعل کنن. یعنی میخوام بگم این چیزایی است که متاسفانه این استبداد تو این 40 سال روش کرده. فقط یه فرق کرده، 40 سال پیش یه عده قاطی کرده بودن بین اینکه مگه میشه جناب خمینی خودش بشه رهبر ضد انقلاب و کودتا بکنه، باور نمیکردن و متاسفانه نتونستن جلوی استبداد جدید رو بگیرن. ولی امروز این آقایون هیچ کنش مشروعیت ندارن،
یعنی از این غلط ها که میکنن به یاد 40 سال پیششون، الان دیگه اون جامعه این اون حالت نسبت اینا نه، به اون حالت نسبت اون وقت حالتی که اون وقت داشت و نسبت با اینا نداره. بنابراین اینها زور زیادی دارن میزنن، ولی واقعا شو بخواید اینها برای موندن سر قدرت همه کار خواهد کرد، حتی ایجاد جنگ. فراموش نکنید اینها جنگ رو نعمت خوندن. اولی که وقتی که پیروزی بعد چند ماه بعد از حمله عراق ممکن شد و عربستان غرامت حاضر شد و بده، اینا نخواستن پیروزی رو، به عنوان یک جنگ نعمت از صدام باید برود. 8 سال ادامه دادن فقط به عنوان تثبیت استبداد شد. اینا همه کار خواهند کرد متاسفانه، ولی خب با ما هم هستش که یه کاری بکنیم که نتونم موفق باشم. ممنون. ممنون از نظراتون. نظر جناب شایان رو هم میشنویم. سپاس از شما خانم فریدانی عزیز. بله منم دقیقا موافق هستم، چون بحث اساسی این قضیه از اسلام نشأت میگیره، که در اسلام گفتن اگر کسی رو بخواین اعدام کنید، حتی دختر باکره هم اگر باشه، باید بهش تجاوز کنید، چون مخالف دینه. و این کار رو میکنن فقط و فقط به خاطر بقا و حفظ قدرت خودشون، و هر بهانه‌ای رو استفاده میکنن تا در اون کرسی قدرت باقی بمونن. و اصلی ترین اتفاقی که الان داره میفته و سیاست اصلی خودشون هم هست اینه که با تفرقه انداختن بین گروه های مخالف و بین حزب ها میخوان یک جوری این انقلاب 1401 رو به ضربه بزن. ممنون. ممنون از نظراتون. دوستان نظر ندارم که جمع بندی کنیم. خیلی دوست دارم که یکی از صحبت‌های خانم سارینا اسماعیلی زاده رو بگم که جاشون خالیه. واقعا من به عنوان یه جوان ایرانی به ایشون افتخار میکنم، و ایشون به دنبال یک زندگی نرمال بودند، یک زندگی که خیلی از دختران سرزمین های دیگه دارنش بدون هیچ قیمتی، یعنی بدون اینکه بخوان با دادن جونشون اون بها رو بپردازن، و یک چیز رایگان هست براشون، ولی برای دختران ایرانی اینطور نیستش. دختران ایرانی که برای داشتن کوچکترین از حقوق خودشون باید به این صورت مبارزه کنن و به قصد برسن به شدیدترین نرف با گلوله، با باتون شکنجه بشن، اعدام بشن، بهشون تجاوز بشه. خانم اسماعیلی زاده یه زندگی نرمال میخواست مثل تمامی دختران کشورهای دیگه. خیلی ممنون که تو این بحث همراهمون بودیم، خیلی ممنون که نظر دادیم، از نظراتون استفاده کردم و خیلی چیزها رو من یاد گرفتم. ممنون از نظراتتون. بله جناب آقای حمید، نظرشون رو میشنم، دستشون بالاست. این صحبت رو شنیدم، خواستم فقط به یادتون بیارم که من اقلا میتونم برای فرانسه رو بگم، حقوق زنان بابتش خیلی 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 فرانسوی ها زحمت کشیدن. سوال از انقلابشون چندین بار سلطنت دوباره برگشت، استبداد برگشت، به نام آزادی استبداد تأسیس کردن بعد از انقلاب، یه دم سیاه نسبت جناب خمینی به نام اسلام، بعد امپراتوری به وجود آمد. با این همه راه فکر انقلاب رو ادامه دادن، تا با این همه سال 50
هنوز زنها حق رأی نداشتن. میخوام بگم بهتون که اون خانم که این حرف زدن مثل بقیه جاها، هیچ جایی هیچ کسی بدون مبارزه در فکر و اندیشه دول و بعد در بیرون به چیزی به دست نیاورد. این اونایی که الان تو کشور اروپایی یه مقدار حقوق دارن بابتش قرنها مبارزه کرد بدون ول کردن تجربه وسط راه، و این موفقیتشون برای این بوده. بیایم از اون یاد بگیریم که تجربه رو وسط راه ول نکنیم برای شکست. شکست رو پله پیروزی بدونیم نه پایان تجربه، تا بالاخره برسیم به اون هدفهای جنبش و انقلاب. بنابراین اون افسوس ها رو نخوریم، ادامه بدیم مبارزه. افسوس، یأس، گله، غم، اینا وسیله های دشمن ما. شادی، شادی یعنی هم رقصیدن و جفتک زدن نیست، شادی یعنی آزاد کردن ذهن از زنجیرهایی که هر روز خودمون با دست خودمون میسازیم با مسائلی که اطرافمون میگیره. اون زنجیرها رو پاره کردن که ذهن آزاد بتونه انسان رو راهنمایی کنه برای بهترین انتخاب ها. من مثلا این بود، حالا همین، امیدوارم. ممنون از برنامه. ممنون از نظرتون جناب رفیع. درسته، بهتره که اینطور باشه که ما از گذشتمون درس بگیریم و برای آینده بهتر ازش استفاده کنیم و همینطور پیش بریم که به موفقیت برسیم. ممنون از نظرتون. من در پایان جلسه رو اعلام میکنم و از مسئولین جلسه، از همه دستانداران اجرایی، از جمله منشی جلسه خانم ولیزاده و همچنین ببخشید و مسئولین جلسه، ضبط صدا و ادمین ها آقای سید سعید نوریزاده، آقای سپهر رضایی شایان و دیگر دوستانه که در جلسه حضور پیدا کردن قدردانی میکنم و جلسه رو در ساعت 8:50 به وقت اروپای مرکزی به پایان میرسونم. ممنون که در جلسه حضور داشتید.